چهار بعد از ظهر لندن، 7:30 شب در تهران و کابل. پر پنالتی ترین جام جهانی تاریخ تا اینجا به واسطه تکنولوژی VAR یا کمک داور ویدیویی. بعضی از تیم‌ها متضرر شدن، بعضی‌ها منتفع و بعضی‌ها مثل استرالیا یک بار به سودشون شده و یک بار به ضررشون. امروز می‌پرسیم نظر شما درباره VAR چیه و تکنولوژی فوتبال رو به کجا خواهد برد؟ این هشتگ شماست. من نیکولاس نیکزاداد هستم. راه تماس رو این پایین می‌بینید. ایمیل، اینستاگرام، تلگرام، واتساپ و توییتر و البته تلفن مثل همیشه همه جا منتظر شما هستیم. در این ابتدای برنامه می‌خوایم با هم ببینیم که از VAR چگونه و در چه مواردی استفاده میشه. بعد می‌ریم سراغ بحثمون. وقتی باید استفاده بشه که با یا اشتباهی واضح رخ داده باشه و یا اتفاقی مهم نادیده گرفته شده باشه که بتونه بر نتیجه بازی تاثیر بگذاره. موارد مهم یعنی چی؟ یکی گل هست، دیگری پنالتی هست، کارت قرمز مستقیم هست، نه کارت قرمزی که به واسطه کارت زرد دوم دریافت میشه، و در نهایت هویت اشتباه شده، یعنی اگر داور کارت زرد یا قرمز رو به فردی نشون داده باشه که مورد نظرش نبوده باشه. در این جور موارد به داور تذکر میدن که از تصاویر استفاده کنه. نکته جالب اینه که تصمیم داور فقط وقتی تغییر میکنه که تصاویر به وضوح اشتباه داور رو نشون بده. بنابراین اگر تصاویر نتونه کمکی بکنه، داور میتونه همچنان بر سر تصمیم خودش باقی بمونه. فقط داور میتونه برای مرور تصاویر درخواست کنه و کمک داور ویدیویی فقط میتونه پیشنهاد بده، یعنی لزوماً این کمک داور نیست که تصمیم میگیره که داور باید تصاویر رو ببینه. در نهایت باز تصمیم اینجا با خود داور هست، یا در گوشش میگن یا اینکه خودش میگه که من میخوام که تصاویر رو ببینم و اون وقت رجوع میکنه به اون باجه مخصوص تصاویر. خود داور هم ممکنه در صورتی که اتفاق مهمی در بازی افتاده باشه درخواست مرور تصاویر رو بده، این رو هم که گفتیم. و بالاخره داور هم میتونه طبق اطلاعات VAR تصمیم بگیره یا اینکه خودش مستقیما تصاویر رو ببینه. به عبارت دیگه لزوما نباید بره به سمت اون باجه، بلکه اگر در گوشش بگن که اتفاقی افتاده، اگر اعتماد داشته باشه میتونه حتی نره تا کنار زمین که اون تصاویر رو تماشا کنه. نظرات موافق و مخالفی بوده. یکی از نظرات رو براتون انتخاب کردیم که نظر انتقادی هست. مارک هالسی، داور پریمیر لیگ، لیگ برتر انگلستان، معتقده که هنوز آموزش خیلی بیشتری لازم هست و به اعتقاد او باید از مرحله مقدماتی جام جهانی 2022، جام بعدی، استفاده از این شروع میشد و بعد در خود اون تورنمنت استفاده میشد. معتقده که یک مقدار زود هست. اما خبرنگار ما پوریا ژافره که در روسیه هست، یک مصاحبه اختصاصی داشته با کارلوس کیروش، سرمربی ایران، درباره خود همین VAR. ببینیم که نظر کارلوس کیروش چی هست و بعد بحثمون رو ادامه خواهیم داد. Before I was and I am fighter for VAR system. من همیشه طرفدار تکنولوژی و VAR بودم و هستم. در گذشته وقتی داور اشتباه میکرد، همه ما میپذیرفتیم که اشتباه بخشی از طبیعت انسان و نرماله. اما حالا اشتباهات VAR انسانی نیست. در مورد اعتبار فوتبال، وقتی اشتباه انسانی باشه طبیعیه، ولی وقتی اشتباه از تکنولوژی پیشرفته باشه، چیزیه که مردم نمیفهمن. دوم، همونطور که در گذشته در ملاقات‌های فیفا گفتم، نمیتونیم فوتبال رو انتکتوالی کنیم. فوتبال به مردم تعلق داره و مردم باید قوانین رو بدونن، نه اینکه یکی دو نفر با نیات خیر پشت درهای بسته تصمیم بگیرن. فوتبال مال اونا نیست، مال مردمه. مردم باید در ورزشگاه قوانین رو بدونن و بفهمن، نه اینکه در جایگاه نشسته باشن و بپرسن چی شد، چی شد، هیچکی نمیدونه. بنابراین باید موضوع روشن بشه. امیدوارم که مسئولان بفهمن که دیگه بهانه‌ای نیست. وقتی این همه سرمایه گذاری و تکنولوژی و 5-6 داور با این دوربینا رو داریم، دیگه جایی برای اشتباه نیست و این توقع مردمه. و من از فیفا میپرسم، چه کسی داور مسابقه است؟ داور یا VAR؟ بدون شک داور. ولی میبینیم که بازی در جریان و یه دفعه داور دستش رو به گوشش میبره و بازی رو متوقف میکنه و آفساید میگیره. از کجا اومد؟ از VAR. حرف من اینه که VAR بی تردید یک تحول در فوتباله، ولی هر قدم باید در جهت اعتبار بیشتر فوتبال باشه. Every single step must be in the direction of credibility. بسیار خوب، گفتگوی پوریا ژافره بود با کارلوس کیروش، سرمربی تیم ملی ایران. مستقیم بریم سراغ خود پوریا ژافره. پوریا، نمیدونم که صدا رو میشنیدی در گوشت یا خیر، گفتگوی تو با کارلوس کیروش رو دیدیم. چه با توجه به اینکه تیم ایران هم تا حدی مزه وی آر رو چشید در اون بازی خیلی هیجان انگیزش با اسپانیا، چه جور برخوردی بوده و چه استقبالی شده احیانا از این تکنولوژی؟
نیکولاس، فکر میکنم بیشتر ناراحتی کارلوس کیروش این هست که 4 سال پیش وقتی که وی آر یا کمک داور ویدیویی وجود نداشت، ایران از این مسئله خسارت دید و اون لحظه ای که بازیکن آرژانتینی که حالا اعتراف هم کرده که اونجا پنالتی بوده روی اشکان دژاگه خطاش گرفته نشد و حالا 4 سال بعد تکنولوژی به ضرر ایران شده. و فکر میکنم یه مسئله دیگه هم که کارلوس کیروش خیلی ناراحت کرده اینه که حتی مطمئن نیست که آیا این صحبتی که از اون اتاق به خصوص با دوربین ها میشه، آیا به جز داور وسط دو کمک داور هم میشنون اون مکالمه رو یا نمیشنون. و حتی مسئله این بود که سر بازی با اسپانیا خیلی متصور هستن که داور کمک داوری که اون لحظه گل سعید عزت‌اللهی رو پرچم زد، بعد از اینکه بهش گفته شد این پرچم رو زده، به خاطر اینکه اصلا قبل از جام جهانی گفته شده بود به داورها که اجازه بدن وقتی که مهاجمین در حالت حمله نزدیک هستن به مدافعین برای آفساید پرچم نزنن، ولی که دیدیم با وجود اختلاف خیلی مویی و نزدیک سعید عزت‌اللهی سریع پرچم زدن و البته خب از یه طرف هم استادیوم جشن گرفتن. خیلی صحنه عجیب و غریبی بود، یعنی انگار که مثلا ایران گل زده بود، همه داشتن خوشحالی می‌کردن، همونجوری که دیدی اسکوربورد ورزشگاه هم حتی نتیجه رو 1-1 کرد و بعد کمک داور برگردوند اون نظر خودشو و داورم حتی اجازه داد که یه دور دیگه چک بشه. در نهایت تصمیم درستی بود، ولی که ماجرا اینه که بعضی تیم‌ها هستن که تو بعضی شرایط از این مسائل استفاده میکنن و بعضی استفاده نمیکنن و فکر میکنم یه مشکل دیگه هم اینه که واقعا تو تماشاگران یه مقدار گیج میشن، دقیقاً نمیدونن که چه اتفاقی افتاده، همونطور که کارلوس کیروش میگفت و یه خورده داره پیچیده میشه ماجرا. شاید یک مقدار زمان لازم دارن که عادت کنن تماشاگرها هم. یک لحظه اگه بخوایم از تکنولوژی دور بشیم، بازی سرنوشت‌ساز ایران با پرتغال دوشنبه خواهد بود. درباره اردو ایران و اون مسابقه احیاناً چی داری برای بیننده و شنونده‌های ما؟ درسته نیکولاس، الان که داریم صحبت میکنیم ساعت نزدیک 6:07 دقیقه به وقت مسکو و تیم ملی ایران کم کم داره میره به سمت فرودگاه سوار هواپیما بشه و بره به شهر سارانسک. طبق پروتکل فیفا 1 روز مونده به مسابقه، حتما باید تیم در شهر محل برگزاری حضور داشته باشه و خب آخرین تمرین‌های ایران دیگه برگزار شده. چیزی که میمونه یک آشنایی با اون استادیومیه که استادیوم خیلی سطح بالایی هم نیستش، به خصوص با مقایسه با استادیوم سن پترزبورگ و همینطور شهر کازان، دو تا از استادیوم هایی که واقعا از لحاظ معماری از بهترین های این جام جهانی بودن. ولی خب این همین که بازی داره توی یه شهر کوچیک برگزار میشه، توجه کمتری قبلا بهش میشد. یه نکته هم براتون بگم که دوتا بازی در انگلستان بین بی بی سی و آی تی وی تقسیم میشدن این بازی ها برای پوشش تلویزیونیشون برای خود انگلستان. قبل از اینکه برنامه‌ریزی شده بود و قبل از اینکه برسیم به این هفته سوم، قرار بود که بی بی سی بازی اصلی که پخش میکنه بازی تیم های مراکش و اسپانیا باشه، ولی حالا جای اون بازی با بازی ایران و پرتغال عوض شده، به خاطر اینکه مشخصا ایران و پرتغال هر دو شانس صعود دارن و مراکش از دور مسابقه کنار رفته. و یک نکته دیگه هم این که تماشاگرای ایرانی و تیم ملی ایران جزء کسایی هستن که واقعا این جام جهانی رو روشن کردن و خیلی ها اینجا من باشون صحبت میکنم، از اسپانیایی‌ها گرفته، از انگلیسی‌ها گرفته، از خود روسا میگن که تیم دوم ما تیم ایرانه، ما بعد از تیم ملی کشورمون ایران رو تشویق میکنیم. بنابراین دیگه فقط میمونه آشنایی با استادیوم سارانسک و به قول معروف نقشه برای مهار کردن کریستیانو رونالدو، یکی از آماده ترین بازیکن‌های اینجا. متشکرم از پوریا جعفری در روسیه. طبیعتاً تا دوشنبه و بعد از دوشنبه تا پایان تورنمنت با پوریا همراه خواهیم بود. خیلی ممنون هستم از پوریا جعفری در روسیه. بریم سراغ اولین شرکت کننده های تلفنی امروزمون، ببینیم که پیمان رو داریم از تهران و مریم از کره جنوبی. سلام میکنم به پیمان در تهران. اگر که احیاناً گفتگو با پوریا و گفتگو با کارلوس کیروش رو دیدید، نظر شما چی هست درباره وی آر در کل، مثبت یا منفی؟ سلام، وقت شما بخیر. سلام در مورد استفاده از کمک داور ویدیویی، هم یه مزیتی داره هم معایبش. مزیتش اینه که اون اشتباهات فاحشی که تو چند تا جام جهانی گذشته منجر میشد که حق تیم‌ها ضایع بشه، مثلا گل انگلیس به آلمان در جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی که توپ لمپارد از خط دروازه گذشت و اون موقع نه خبری از این
چیپایی بود که تو توپ کار میذارن و نه کمک داور ویدیویی، و دیدیم که اون گل اصلا میتونست جریان بازی به نفع انگلیس برگردونه. در نهایت آلمان اون بازی رو برد و راهی مرحله بعد شد. یا مثلا بخوایم به گذشته برگردیم، دیگه معروف ترین اشتباه داوری 1986 مکزیک، اون گلی که دیگو مارادونا زد به انگلیس، باز هم با استفاده از دست بود. ولی عیبش اینه که شما اشاره کردید اول برنامه، سه تا اشتباه محرز هستش که خود داور میتونه درخواست بکنه. با این وجود اشتباهات دیگر هم هستن که اگر داور نبینه میتونه جریان بازی رو عوض کنه. شما تو همین جام که وی آر هم وجود داره، گل اول روسیه به عربستان خطا بود، یا مثلا گل سوئیس به برزیل، گل مساوی سوئیس به برزیل خطا بود ولی داور ندید، وی آر هم کمکی نکرد. یعنی تا داور خودش نخواد از این تکنولوژی نمیتونه بهره مند بشه. این یک ضعف عمده سیستم هستش. در گوش داور هم میگم مواردی بوده که داور پنالتی رو نگرفته، مثل پنالتی گریزمان به استرالیا، حتی بازی 20 ثانیه‌ای هم در جریان بوده ولی بعد در گوشش گفتن که بیا و اینو تماشا کن و رفته تماشا کرده و نظرش رو عوض کرده. شاید به قول شما باید موارد بیشتری باشه که به داور تذکر داده بشه که چیزی از زیر چشمش در نره. بله همینطوره، ولی شما حساب کن اگر بخواید تک تک صحنه‌ها رو داور مراجعه کنه به وی ای آر، اون ریتم بازی از جریان میفته، مثل تبدیل میشه به ویدیو چک والیبال و تماشاگرها اینو نمیپسندن. بازی با ایران هم البته خب داستانش فرق میکرد، علیرغم اینکه همه میگن که وی ای آر کمک کرد به اسپانیا، همون اولش کمک داور پرچمش رو زده بود، داورم دستش رو بالا برده بود. حالا بعدن این دقیقاً برعکس بود، یعنی که داور نظری رو گرفته بود و نظرش درست بود، به درخواست تیم ایران اومدن چک کردن که حالا ما بیشتر مطمئن شدیم که اون تصمیم درست بود. در کل این تکنولوژی چه بخوایم چه نخوایم وارد جام جهانی شده، باید این رو تقویتش کنیم و یک ابهاماتی وجود داره که نمیدونیم مثلا آیا چیزی که مثلا به داور اعلام میکنن، شما هم اشاره کردید کمک داور هم میشنوه، یا اینکه روی تصمیم داور چقدر میتونه بعد از اینکه یه تصمیم اشتباهی گرفت چقدر دیگه میتونه با استقلال و با اطمینان به نفس بتونه مسابقه رو قضاوت کنه. چون میدونید اینا هر کدومش اگر داور به وی آر رجوع کنه یک پوان منفی در قضاوتش محسوب میشه، اگرم که بخواد به رأی خودش پافشاری کنه ممکنه بعداً بفهمه که اشتباه کرده و باز هم یک قضاوت ممکنه. چرا فکر میکنید رجوع داور به تکنولوژی پوان منفی محسوب بشه براش؟ از نظر رسمی میگید یا از نظر اعتبار کلی؟ نه این چیزی هستش که تو قوانین فیفا هست. یعنی شما اگر داوری تو یک بازی دو یا سه بار بخواد به وی آر رجوع کنه و نظرش رو برگردونه، این مسلماً توی رده بندیش توی کمیته فنی داوران فیفا تاثیر میذاره، چون همه بازی‌ها که از این به بعد وی آر نخواهند داشت. مقدماتی جام جهانی داریم، مسابقاتی دیگه هست، باشگاهی هستش و فیفا میخواد داوری انتخاب کنه که اگر وی آر هم نباشن بتونن تصمیمات درستی بگیرن. داور یک چالنجی باش مواجه، یعنی وقتی که تو گوشش هم صدا میکنن که مثلا مراجعه کنه، اون لحظه باید خیلی تصمیم درست بگیره. اگر بخواد مراجعه کنه تصمیمشو برگردونه به ضرر خودشه، اگر بخواد این کارو نکنه حق تیم ضایع میشه. در صورت این یک تکنولوژی که نیاز به بحث داره و بعد دقیقاً مشخص بشه که چی. من مثالاش هم گفتم خدمتتون، بسیار خوب. گلی که امسال زده شد خطا بود ولی بسیار خوب، متشکرم، ممنون. ببخشید حرفتون قطع میکنم، میخوایم فرصت رو به مریم هم بدیم از کره جنوبی. فکر میکنم که مسابقه کره جنوبی برابر مکزیک شروع شده باشه الان. ممنونم که شما ما رو همراهی میکنید، یا ساعت 5 یا 4 به وقت لندن. به هر حال سلام میکنم به مریم، به ما بگید که شما چی فکر میکنید با توجه به اینکه کره جنوبی اگر درست خاطرم باشه در بازی اول متضرر شد از این قضیه. سلام. بله، کره جنوبی هم همونجوری که میدونین تو بازی اولش وی آر اجرا شد و شکست خورد از سوئد، ولی مردمش خیلی راحت پذیرفتن و گفتن که این یک باخت جوانمردانه برای ما، در واقع ارزشش بیشتر از یک برد ناعادلانه هستش. و اینکه به نظر من در واقع حالا همینطوری که دوستان عزیزم گفتن، این تکنولوژی وی آر اومده که اشتباهات انسانی رو در داوری و همچنین به نظر من نفوذ سیاسی و لابیگری رو کمتر کنه، بیشتر به درد فوتبال فاسده کشورها میخوره و در واقع شاید کمک کنه که فوتبال به شکل سالمتری اداره بشه و خب درد زیادی هم به آشکارسازی حقیقت کمک کرده.
از طرفی هم بازیکنان سعی می‌کنن پرفورمنس خودشون رو بیشتر کنن، کمتر اشتباه بکنن، چون که خب ممکنه که بازی متوقف بشه و حالا از اون روند اصلی در واقع اون تیم باز بمونه و به ضررش تموم بشه حتی همون توقف کوتاه. دوستمون پیمان میگفتش که دوستمون پیمان میگفتش که اگه داور چند بار نظرش رو عوض کنه این به ضررش هست، ولی از طرف دیگه اگه داور کمکی داشته باشه وقتی بازیکنی با محبوبیت و به اصطلاح موقعیت نیمار میاد به تو میگه که روی من خطای پنالتی کردن، داور میتونه بره اونو ببینه و که خیالش راحت بشه که تصمیمش اشتباه نیست، چون اگر اونجا هم اشتباه کنه یعنی بخواد که بدون استفاده از تکنولوژی تصمیم بگیره که بعداً اشتباه از آب در بیاد، این هم تا آخر کارنامه کاریش روی سرش سنگینی خواهد کرد. نه ما باید با تکنولوژی دوست باشیم و حالا درست در سطح جهانی این حق ملت هاست که داره پایمال میشه، البته آینده روشنی خواهد داشت بی ای آر، چون که کارش حقیقت آشکارسازی حقیقته. من با دانش الانم فکر میکنم از جذابیت بازی را کم کرده و به هر حال این عدالت رو شاید در حال حاضر بی‌عدالتی بدونم با توجه به مقایسه با 4 سال پیش که همونجور که دوستان گفتن در رابطه با بازی خودمون با آرژانتین که اون پنالتی رو به ما ندادن. بله. و در واقع من فکر میکنم که این کمک میکنه که به شخص خودم دوست دارم که درس خودم رو بیشتر کنم از اینکه بپذیرم تکنولوژی چه تغییراتی رو میتونه توی ورزش و در واقع فوتبال سال ورزش محبوبیه داشته باشه و اینکه زیر سایه حقیقت فوتبال رو تماشا کردن نیست پس جدیدی از جذابیت رو به وجود بیاره. بسیار خوب، پس حقیقت مهمتر است از ریتم بازی. ممنونم. تکنولوژی که در صورت در بقیه ورزش هم خیلی پیشرفته‌تر از فوتبال گاهی دنبال میشه. متشکرم هم از پیمان هم از مریم. ببینیم که چی برامون توییت کردید. افشین میگه امروز تکنولوژی در دنیا حرف اول رو میزنه، قطعا این تکنولوژی نیست باعث میشه که بسیاری از جانبداری ها و خطای انسانی کاهش پیدا کنه، همینطور باعث این میشه که هیجان بیشتری به مخاطب وارد بشه و بازی هم جذابتر بشه. بعضا دیدیم که پنالتی نگرفته داور ولی بعد چند ثانیه منتظر موندیم که ببینیم حالا چی میشه و بعد دیدیم که بعد در گوشش گفتن که بیا و این تصویر رو تماشا کن و پنالتی رو هم گرفته. این هم یک جور تازه از به اصطلاح هیجان هست که وارد این جام جهانی شده. اما جام جهانی که گفتیم پر پنالتی ترین بوده تا این مقطع، 48% مسابقه های جام پنالتی داشتن، یعنی تقریبا از هر دو بازی یک بازی شما شاهد ضربه پنالتی بودید که نکته جالبی هست. قبل از این به میانگین برسیم، 13 پنالتی داشتیم تا پایان مسابقه تونس و بلژیک، مسابقه 27 بوده، 13 پنالتی که از بین اینها در 6 تای اونها VAR تعیین کننده بوده یا به هر حال استفاده شده برای اینکه داور نظرش رو یا برگردونه یا برنگردونه. 13 پنالتی، 6 VAR، 22% بوده میانگین پنالتی ها در جام های جهانی 32 تیمی، یعنی در 5 دوره قبلی تا قبل از این دوره از فرانسه 1998 که فرمت جام جهانی 32 تیمی شد 22% مسابقه ها پنالتی داشتن، همونطور گفتیم در این دوره 48%، یعنی تقریبا نیمی از مسابقه ها پنالتی داشتن. دوره قبلی در برزیل 20%، یعنی از هر 5 مسابقه در یک مسابقه شما شاهد پنالتی بودید. و نکته جالب دیگر، روز سوم مسابقه های این جام بود، 4 بازی برگزار شد و در اون 4 بازی روز سوم 5 پنالتی شاهد بودیم که این هم برای خودش رکوردی بوده. ما از شما پرسیدیم که اگر میتونستید به عقب برگردید کدوم صحنه جنجالی، کدوم تصمیم جنجالی رو با تکنولوژی عوض میکردید. بعضیشون رو شما اس بردید. به ترتیب تاریخ اگه شروع کنیم، 1982 هارالد شوماخر دروازه‌بان جنجالی تیم ملی آلمان، مسابقه 1/4 نهایی هست بین آلمان و فرانسه، 1/4 نهایی یا فکر کنم نیمه نهایی بود، به هر حال مسابقه که آلمان در ضربات پنالتی برنده شد، 3-3 بازی در وقت اضافه تموم شد، وقت اضافه که 4 گل داشت. اما یکی از شاخص‌ترین صحنه‌هاش اینجاست وقتی که شوماخر میاد به سمت باتیستون، بازیکن فرانسوی که تازه از روی نیمکت هم اومده بود و او رو به زمین میندازه. باتیستون 3 تا دندونش کنده شد در این صحنه، آسیب شدیدی دید پشتش، بعضی‌ها گفتن که از هوش
رفته و او رو با برانکارد بیرون آوردن و نکته جالب این بود که بعد از اینکه توپش رو خارج از دروازه شوت کرده بود برخورد اتفاق افتاد و خیلی ها گفتن که کار شوماخر عمدی بوده. به هر حال آلمان که تیم پرجنجالی بود در اون تورنمنت سر مسائل دیگر، مسابقهش با الجزایر، مسابقهش با اتریش، در نهایت در فینال این جام به ایتالیا میبازه و این ایتالیاست که قهرمان میشه. 1986 دست خدا و مارادونا خیلی اشاره کردن، گل اول مارادونا هست، البته بعد از این هم یه گل دیگه زد به انگلیس، همه رو دریبل کرد، مرحله یک چهارم نهایی بود و انگلیس یه گل زد، ولی بعضیا میگن اگر این گل رو نزده بود تا اونجا آرژانتین موقعیتی نداشت و این گل شاید سرنوشت ساز بود. در حال صحنه‌ای است که خیلی معروفه. پیروزی کره جنوبی در 2002 که میزبان بود برابر ایتالیا و اسپانیا، از کجا شروع کنیم؟ لوکا تونی مبهوت هست از تصمیم‌های داور اکوادوری بایرون مورنو. در اون بازی یک گل واسه ایتالیا نگرفت، یک گل رو آفساید گرفت، یک اخراج سختگیرانه داشت، توتی رو اخراج کرد با کارت زرد دوم و خیلی ایتالیا سر صداشون در اومد. بازی بعدی اسپانیا طعم همین قضیه رو چشید. کره در نهایت در این جام چهارم شد، اما این برای بایرون مورنو پایان به اصطلاح کریر داوریش بود. البته طبیعتاً از تکنولوژی موقع خبری نبود. کلینی هست که شونش رو سوارز گاز میگیره، سوارزی که تا قبل از این رویداد هم در جام 2014 مرحله گروهی دو بار جریمه شده به خاطر گاز گرفتن بازیکن‌ها در رده باشگاهی. اینجا داور چیزی رو نمی‌بینه. سوارز ادعا کرد که شونه کلینی به دندوناش خورده، اما نظر فیفا چیز دیگه‌ای بود. بعد از بازی مرور کردن و سوارز رو 4 ماه محروم کردن از فوتبال. اوروگوئه به مرحله بعد رفت اما حذف شد بدون سوارز و ایتالیا هم در مرحله گروهی حذف شد. پاس گل اوروگوئه رو دقایق بعد از این صحنه خود سوارز داده بود. اگر اخراج می‌شد طبیعتاً وضعیت خیلی ممکن بود فرق کنه. و بالاخره چیزی که برای ایرانی‌ها خیلی آشناست، مسابقه ایران آرژانتین در جام قبلی، دژاگه در آستانه زدن گل بود که زابالتا روی او خطا می‌کنه، ولی خب خطا گرفته نمی‌شه و پنالتی که می‌تونست به ایران داده بشه داده نشد. بعد از مرور این تصاویر جنجالی باز برگردیم به خط تلفن و ببینیم که کی هست. امید از هلند رو داریم و وحیدالله از قوریان. سلام میکنم به امید در هلند، بفرمایید، خواهش میکنم. روز شب همه بینندگان بخیر. من فکر میکنم با توجه به این تکنولوژی داوری که الان خیلی تازه مردم به گوششون خورده، بسیار در واقع کمک کرده به این بازی ها و تا یه حدودی از اشتباهات داوری جلوگیری کرده، ولی ای کاش این در واقع به صورت آزمایشی از جام در واقع المپیک 2016 ریو شروع میشد و تو این بازی ها جام میافتاد، یا اینکه از لیگ های معتبر اروپایی مثل انگلستان، آلمان از این تکنولوژی در طول یک فصل استفاده میکردن تا مردم با این تکنولوژی بیشتر آشنا بشن، چون قبل از جام جهانی اکثر مردم اطلاعات زیادی راجع به این قضیه نداشتن و فیفا به نظر میاد که یه مقدار اهمال کرد که اطلاعات دقیق در اختیار مردم قرار بده. و یکی از دلایلی هم که الان انتقادات بیشتر شده این که واقعا مردم از قوانین اطلاعی ندارن تا اینکه باش مواجه شدن و تازه به دست آوردن. و من فکر میکنم که این نکته خیلی مثبتی هستش در فصل جدیدی از فوتبال و در آینده با قوانین بهتری در این رابطه مواجه خواهیم شد. پس در کل دید شما مثبت است. آقای امید، بعضی از دوستان در توییتر هم خواهیم دید میگن که هیجان فوتبال به اشتباهاتش است. آیا شما موافقید؟ من نمیدونم این دوستانی که این حرفو میزنن آیا هیجانشون بیشتر از این بود که داور در بازی ایران آرژانتین اشتباه کرد، یا بیشتر هیجان میداشتن اگر که پنالتی به دژاگه داده میشد؟ نظر شما چیه؟ ببینید، یه فرهنگی که هست که مردم، خیلی از اکثر مردم دوست دارن از این شیوه ظالم و مظلوم پارادوکس همیشه لذت ببرن و این به نظر من این کار باعث میشه که بهانه‌ها جلوگیری بشه و واقعا تیمی که حقش هست به حقش برسه و لذت فوتبال رو دوچندان بکنه. یعنی عدالت لذت خیلی بیشتری میده تا اینکه ما همیشه دنبال بهانه بشیم که داور حقمون رو خورد، کمک داور حقمون خورد، و این ما رو به در واقع به حقیقت میرسونه، همه چیزی که همه دنبال فوتبال هستیم. منتها به نظر من اینکه باید فرهنگ سازی این وی آر خیلی زودتر انجام میرسید تا که مردم با این قضیه مقدار راحت تر بودن. بسیار خوب، خیلی متشکرم. متشکرم از امید، در کل موافق هست اما فکر میکنه شاید یه ذره زود اتفاق افتاد. سلام میکنم به وحیدالله در قوریان، نظر شما چی هست؟ احیانا تا اینجا چطور دیدید تکنولوژی ریتم بازی رو کم میکنه یا اینکه لازمه برای اینکه عدالت رعایت بشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام حضور شما و همه بیننده های تلویزیون فارسی بی بی سی. خب وی آر یا کمک داور ویدیویی آمدنش به فوتبال خب طبیعی است، مثل این که در سایر ورزش‌ها هم کم کم تکنولوژی جا گرفته و فوتبال هم بالاخره جا میگیره، اما زیبایی فوتبال میشه گفت یک کمی کم میکنه، یعنی اون حساسیتی که در بازی وجود داره این نظر من است کمتر میکنه. میشه گفت عدالت در فوتبال اجرا میشه و یک از جمله خوبی های این تکنولوژی همی است، اما در کنار او پس لرزه های حرکات داوری و اشتباهات داوری که معمولا نقل محافل ورزشی یا رسانه ها هست که از بین میره و فوتبال بعد از 90 دقیقه فکر میکنم به پایان میرسه. معمولا یک بازی فوتبال بعد از 90 دقیقه آن میتونه چندین 90 دقیقه دیگر بین تماشاگران فوتبال، بین هواداران تیم ها، کارشناسان فوتبال، همه یک سری برنامه های به وجود بیاره، ولی با این تکنولوژی میشه گفت کم کم این برنامه ها کمتر میشه و آن تب فوتبال به جز آن 90 دقیقه به سایر بخش ها باقی نمیمونه. بسیار خوب، پس حرف و حدیث به قولی باقی نمیمونه بعد از مسابقه ها تا سالها بعد. هنوز انگلیسی ها دارن راجع به فینال 66 صحبت میکنن و هنوز راجع به دست خدا صحبت میکنن. ممنونم از دوستمون وحیدالله. به جای امید در هلند آرمین رو داریم از نروژ. آقای آرمین نظر شما چی هست؟ در کل مثبت میبینید پدیده رو یا منفی؟ با سلام و وقت بخیر. راستش بخواه خب مثبته، چون صحبت عدالت میشه توی فوتبال و اینکه تیم‌ها واقعا ضرر نمی‌بینن، ولی از طرفی هم خب یه چیزای منفی داره، اینکه همون هنوز به درستی کامل به نظر من اجرا نمیشه، چون همین جام دیدیم که من مطمئنم حالا دقیقا یادم نیست ولی یکی از بازی‌ها بود که یه خطا بود و داور حتی نخواست که این ویدیو چک بشه و اگه بهش در واقع تو گوشش گفته باشن، ولی خب روی نظر خودش پافشاری کرده باشه، روی نظری که در واقع اشتباه هم بود، این یکم بحث برانگیزه. ولی تو صحنه‌ای دیگه می‌بینیم که خیلی راحت داور بازی رو نگه می‌داره و چک می‌کنه صحنه رو برای اینکه مطمئن بشه. بسیار خوب، خیلی متشکرم هم از آرمین در نروژ هم از وحیدالله در غوریان. بهمون چی توییت کرده؟ به نظر من داور و کمک داورها در زمین بازی کافی، سیستم وی آر از جذابیت بازی کاسته است، چون نمیتوان گفت هیچ خطایی در بازی اتفاق نیفتاده. خب خطا اتفاق نیفتاده ولی کمتر که شده. ببینیم که جای دیگه برامون چی نوشتید. دادمهر میگه موقعی که کمک داور ویدیویی نبود برامون یه پنالتی نگرفتن، الان که گل زدیم وی آر گل نگرفت، الکی نیست ملت افسرده‌ای هستیم. رایتر میگه اونجوری که سوئد و کره بازی کردن و کمک داور ویدیویی به داد سوئد رسید، دارم فکر میکنم دیگه داور تو زمین به کار نمیاد. مائده میگه این سیستم کمک داور ویدیویی داره بازی‌ها رو خراب میکنه، تمام هیجانات فوتبال رو داره ازش میگیره. فرانک در اینستا، جذابیت بازی‌ها رو می‌گیره اما خب واقعا یه جورایی حق رو به حقدار رسونده و جلوی پنالتی و گل‌های الکی رو می‌گیره. و دختر باواریایی، داور ویدیویی اگه می‌دونست دلخوشی 80 میلیون نفر مردود اعلام نکردن گل ایرانه، این کار رو با ما نمی‌کرد. ممنون که همراه ما بودید. از بقیه بازی فوتبال لذت ببرین. تا برنامه بعدی مواظب خودتون باشین.